درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق همکارانم علی پومن و هومن پنجمین برنامه از مجموعه مراقبت سحر رو از این تلویزیون برای شما تهیه کردیم که در این ساعت ملاحظه می‌فرمایید. متشکرم مثل همیشه از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده به خاطر فرصتی که برای پخش این برنامه فراهم کردن. هفته گذشته پوستری رو دریافت کردم از امنستی اینترنشنال در مورد خانم نسرین ستوده، این وکیل شجاع ایرانی که در اون در واقع برای آزادی نسرین ستوده خواسته بود همه ایرانی هایی که این پوستر رو دریافت میکنن اون رو در یه محلی که قابل دیدن باشه و جلب توجه عمومی باشه این رو قرار بدهند و اشاره بکنند. به همین مختصری که در زیرش هست، 38 سال مجموعه زندان و 148 ضرب شلاق برای یک وکیل انسان دوستی که از حقوق زنان در ایران دفاع میکنه. نسرین ستوده به هر حال چهره ایست که این روزها زندانی شدنش و تضییع حقوق انسانیش مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته است و به خصوص در فرانسه خیلی در این زمینه اقدام شده و فعالیت شده است. جالبه که بعضی از در رسانه های اجتماعی وقتی مراجعه می کنید در بعضی از این سایت ها در بعضی از این رسانه های اجتماعی می بینید که عده ای از ایرانیان به ویژه ایرانیان سلطنت طلب اینها فحش و ناسزا رو نصیب نثار خانم نسرین ستوده میکنن، چرا که در چهره او، حالا ضمن اینکه خودشون هم واقعا باور ندارن به اون چی که دارن ازش دفاع میکنن، در چهره او رقیبی رو برای سلطنت در ایران میبینن، برای وکیلی که در زندانه، برای وکیلی که از همه حقوقش محروم شده به خاطر دفاع از حقوق زنان ایرانی. اونها دفاع میکنن اما تا مرزی که احساس خطر نکنند. متاسفانه باید خدمتتون گفت که این خطر بسیار زیاده که کوشندگانی نه همه در سطح خانم نسرین ستوده بلکه نزدیک به او کنار او کم نیستند که برای آزادی ایران تلاش میکنند و همه ما امیدواریم که روزی تلاش های اونها به ثمر بنشینه. اما یک ماجرای جالب این شکایت ایالات متحده آمریکا هست به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی در مورد تخطی ایران. ایران میدونید که اعلام کرده که از مرز 300 کیلو اورانیوم غنی شده 3.68% تجاوز کرده و حالا وارد مرز 4.5% شده و به هر حال یه مهلت 60 روزه هم تعیین کرده که اگه این درست نشه، اگه اقدامی نکنید، اگر به هر حال تدابیری نیندیشید برای اینکه ما هم بتونیم نفتمون رو بفروشیم، قاعدتا وارد مرحله دیگری خواهیم شد. و جالب این که شاکی که رفته جلسه حکام تشکیل بشه، البته قانونا میتونسته با قوانینی که پشت سر تشکیل شورای حکام هست، ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده آمریکا به خاطر به اصطلاح تخلف ایران از برجام به شورای حکام مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده و اعلام نظرش. به نظر شما خنددار قطع نیست؟ به نظر من که هست ولی کارش نمیشود کرد. اما در برنامه امروز یک اقتصاددان برجسته ایرانی مهمان برنامه من هست که بعد از پخش یک قطعه‌ای که پومن برای اون زحمت بسیار زیادی کشید تا تهیه‌اش بکنه و آماده پخشش بکنه با او گفتگو خواهم کرد. میدونید فساد تمام ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی رو در واقع مثل موریانه خورده. من فکر میکنم واقعا این فکرمه که رژیم جمهوری اسلامی ایران احتیاج به اولدورم بولدورم های آمریکا اصلا نداره برای اینکه اسباب بیفته.
احتیاج به همت مردم داره. عجیبه، مردم به جان آمده از ظلم، ستم و فساد. فسادی که ابعادش برای ماها که سالها خارج از ایران بودیم قابل فهم نیست. مثلا 250 میلیارد تومان یکی میدزده، 500 میلیارد تومان یکی میدزده. اصلا من نمیدونم، من که نمیتونم حس کنم، احتمالا شما میتونید حس کنید. بعد هر روز میبینید که مال باختگان مقابل مؤسسات مختلف میرن تجمع میکنن و میخوان که به فریادشون برسن. نمیدونم بالاخره کار به کجا میرسه. مگه ظالمی که این همه ظلم کرده به زبان خوش میاد مال مظلوم رو پس بده؟ خیلی داشتم فکر میکردم که چه چیزی فکر میکنم که نزدیک به این مفهوم باشه و حرکتهای مردمی رو نشون بده. ناگهان با فیلم تنگسیر مواجه شدم. میدونید تنگسیر نوشته صادق چوبک، نویسنده، یکی از نویسندگان با ارزش ایرانی است که در همین شمال کالیفرنیا زندگی میکرد و چند سال پیش فوت کرد در ساخته از امیر نادری و بازی فوق‌العاده درخشان هنرمند ارجمند کشورمون جناب بهروز وثوقی است. اجازه بدید قبل از اینکه برم و با این اقتصاددان برجسته مهمان برنامه امروز صحبت بکنم در مورد وضعیت ایران و همینطور در مورد بعضی از مسائل سیاسی در ایالات متحده آمریکا، چرا که این شخصیت علاوه بر اینکه صاحب تعریفات متعدد و با ارزش هست، علاوه بر اینها یک سیاست پیشه در ایالات متحده آمریکا هم هست. اجازه بدید با هم بریم ببینیم که چطور در به اصطلاح دوران تنگسیر، در دوران شیر محمد در بوشهر، وقتی اون حکام محلی و شخصیت‌های قدرتمند محلی آمدند مالش رو خوردند و بهش بی‌اعتنایی کردند، چطور او و مردم به پا خواستند برای گرفتن حقشون که همون حق شیر محمد بود. با هم نگاه. سلام آقا علی. لعنت به هرچی شیطون حرومزاده است، بازم پیدا شد قربتی؟ کی با تو را داد تو این خونه؟ از جون ما چی میخوای زار محمد؟ مثل سگ دم دکون کله پزی منو ول نمی کنی؟ ولمون کن دیگه. ای پولم اومدم، خواستم ببینم کارم درست شده. چه پولی؟ چه کشکی؟ اما چی کار کنم؟ ما همه زندگی بود و ای پول، پول زندگی به جهامه. به جهنم؟ ما چی بکنم؟ چند دفعه بگم که پولی در کار نیست، زبون از وانگیر برو پیکاره. کجا برم؟ پولم پیش شما. حرف مفت نزن، حرفمو بود که گفتم و سلام تافی گفتم که اینجا ببونی حرف همینه. اینجا نمیشه حاجی، پولم خودی زورم میگی؟ حاج عبدالکریم راست میگوی زاید، چرا مزاحم کسب مردم میشی؟ آخه این چه شهریه؟ حاکمش دزده، وکیلش دزده، سیدش دزده، پول آدمو میخورن، بعد دفعه هست هم میده آدمو تو مردم خار و ذلیل میکنن. آخه چرا؟ آخه نگاه ببین، دستان پینه بس. آقا تو رو خدا پولمو به این پس بدین. آخه این پول حلال بوده. پاپتی کله خان، مگه حرف حالیت نمیشه؟ پول داشتی دادی معامله، حالا صاحب مودی مفلس نومتمون کرده. قال رسول الله المفلس فی امان الله. نداره بده، نداره، چی بکنم ها؟ اون تا اونم عبدالکریم حاج حمزه، برو افتو پشتوبون خونش جمع کنه بس تله بده. پاشو برو دیگه هم پات اینجا نذار مرسی کتی بنگ. آقا حرف دانت بفهم، برای چی به ما میگی مرد کهده بنگ؟ برو برو، خدا را شکر کن که جای پیغمبر تکیه زدی. میخوام بفهمم پیغمبر اسلام وقتی امرو نهی میکرد به مردم بده بیرا میگفت؟ بله بله، چه غلط های زیادتر از دهنش میخوره. پاشو برو گورت گم کن، اگه یه دفعه دیگه این طرف ها آفتابی بشی میدون بندازن زیری شلاق تا کمرت له کن. باشه، حالا که زوره جا علی، اگه گردنم بره حقمو میگیرم، مایه تنگسیرم. فاید الله
سلام حاجی. سلام علیکم. سلام آجا. کمک. باشیم برین کنار. یلا جایی که نمیشه. جایی کیه؟ بلند شو. گفتم تو جایی که میشینی یار کردی ولت میکنم. با شما دشمنی ندارم، شما مثل برادرای منین، خیلیاتون با هم رفیقین. اینجور غیرتا فقط تو تنگ سیرا پیدا میشه. هاش خدا خونه ی ظالم رو خراب میکنه. بله خدا، اما به دست آدم های مثل زار محمد. نگو زار محمد، بگو شیر محمد. شیر محمد. شیر محمد. مرحبا شیر محمد. مرحبا شیر محمد. مرحبا شیر محمد. اما مردم پشتشن، میدونی اسم شوهره چی گذاشتن؟ اسمشو گذاشتن شیر محمد. همه بهش میگن شیر محمد. شیر محمد. مرد که پدر سوخته شوهر تو بوده که چند نفر رو به خاک و خون کشیده و به خیال خودش در رفته. از کی تا الانم های پاپتی دنبال حقشون میگردن؟ اگه زنده یا مردشو پیدا نکنم سرخاب سفیداب میبرم. برای از این ننشون اینجا نشسته؟ اگه بلند شد برن کسافت را. خونه خودمونه، کجا بری؟ نلا شد باشیم برین خونه هاتون کسافت را. بله کار بکن. با اینا کاری نداشته باشید تا کارتون بگذره. کار چیم بگذره؟ خیلی زمان درازی میکنی پیره من، حرفای گنده تر از خودت میزنی. از لعنت با اون نسلتون بدبخت پاپتی. بله پیره من بخترم، حالا میگه حالیت شد که چطور با من حرف بزنی؟ اگه نگه دنبال فرارید کجاست؟ این دفعه دیگه میکشمت. بیا مردی که یه مفخور قرمسا، بیا جای توی جا نیست. بگو من خبرم گوشه سار من نداری. منو خدا رو خوش نمیاد، یه توفنگ دست گرفتی و خلق خدا رو بیجون میکنی. توفنگت بنداز دور و بر شیطون لعنت بفرست. ای سید جدو که مرزدم، تو اگه اولاد پیغمبر بودی از این حرفا نمیزدی. تو خود صد دفعه باشو شای کورت ندیدی اینا با چیکار کردن. مفیفا نذارین هر بیغیرتی مالتون بخوره و بهتون زور بگه. نذارین هر قرمساقی خون و خراب و در به درتون کنه. بله این یک اثر سینمایی است، ولی خب به هر حال تا زمانی که فقط میرید به در خانه ظالم و استغاثه میکنید که آقا بیا ظلم نکن، جوابی نخواهید چنین. البته من مبارزه مسلحانه رو توصیه نمی کنم، ولی اینکه برید پشت میز کارشون افراد رو بکشید بیرون، از دفاترشون خارج بکنید، دفاترشون رو مهرمون بکنید، که اینها که کارهای بدی نیست. اینا رو میشود کرد تحت همین اقدامات مدنی و خیلی هم مدرن و خیلی هم جالب خواهد بود. یه قدم باید این مبارزه رو در داخل کشور جلوتر برد. همین الان داشتم خبرها رو چک میکردم، باز مال باختگان بسیاری از این شرکت ها مقابل دادستانی، مقابل خود این شرکت ها بارها رفتن و امروز هم رفتن و اعتراض میکنن به مالی که باختند. اما ظاهرا خیلی عادیه برای رژیم مواجه شدن به اعتراضاتی از این نوع. مبارزه رو سطحش یه مقدار بالاتر باید بود. واقعا نباید گذاشت اینها به سادگی و آسانی پشت میز کارشون بنشینن و هر روز این ماجرا رو تکرار بکنن. گفتم قبل از پخش این فیلم، به نظر من رژیم احتیاجی به ساقط شدن توسط چکمه پوش‌های آمریکایی نداره. چیزی که متاسفانه بسیاری از تحلیلگران مزدور ایرانی مقیم خارج از کشور حامی اون هستند.
و باعث شرم یک ایرانی است که میبینه یه هموطنش از حمله چند احتمالی چکمه پوش‌های آمریکایی داره دفاع میکنه. حالا اصلا وارد این بحث نمیشم که احتمال جنگ هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است، ولی اصل فکر بسیار آزارنده است. ما با نظامی طرف هستیم که از پس مردم ایران بر نیومده در طول 40 سال گذشته، بر نیامده، امروز به افلاس سیاسی رسیده. این افلاس سیاسی به پایان نخواهد رسید مگر اینکه حضور میلیونی مردم، اعتراض میلیونی مردم و عدم اجازه ادامه کار این گروه فاسد توسط مردم این به جایی برسه. باور کنید این سنگرهای آخر رو فقط مردم در داخل کشور می توانند بردارند. امیدوارم اینطور بشه. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه امروز گفتگویی دارم که باعث خوشحالی که این گفتگو رو دارم با یک اقتصاددان برجسته ایرانی. وقتی من شرح حال ایشون رو میخوندم میدیدم اگه بخوام این شرح حال رو بیان بکنم تقریبا میشود گفت نیم ساعت طول میکشه تا من تمام این شرح ها رو بخونم. مجموعه کارهای ایشون، مدارک تحصیلی ایشون، تجربیات این استاد برجسته رو در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه در ایران و چه در رابطه حتی با مسائلی که ایشون درش مشارکت داشتن در خارج از ایران در رابطه با ایالات متحده آمریکا و سیاست پیشگی در ایالات متحده آمریکا. مهمان ارجمند من امروز آقای دکتر فرید خاوری، اقتصاددان برجسته ایرانی هستند. آقای دکتر خاوری یک دوره هم کاندیدای حزب دموکرات بودند در برای فرمانداری کل ایالت بسیار مهم فلوریدا در ایالات متحده آمریکا. به جناب آقای دکتر خاوری که صاحب تألیفات متعدد هستند، تا اونجایی که من دیدم 10 کتاب مختلف برشته تحریر در رو بودن در زمینه مسائل اقتصادی، مهماندار ایشون هستم و به ایشون خوش آمد میگم. آقای دکتر خاوری خیلی خوش آمدید. مرسی، درود بر شما جناب آقای فرزنده و بینندگان گرامی تلویزیون فردا. من میخوام خیلی از شما تشکر کنم که این موقعیت رو به من دادید که در خدمتتون باشم. خواهش میکنم آقای دکتر، برای من هم بسیار خوشحالی است که شما رو داریم. جناب دکتر خاوری، سوالی ازتون دارم، در نمیدونم از کدوم بخش، چون دو بخش داره این گفتگوی ما، از کدوم بخشش آغاز بکنم؟ بذارید از بخشی که اول این بخش رو بریم جلو بعد برسیم به نستی. شما تا اونجایی که من میدونم در یکی از این دوره ها همین چند سال پیش بود کاندیدا بودید برای فرمانداری ایالت مهم فلوریدا از سوی حزب دموکرات، آیا درست است برداشتم؟ من در حزب دموکرات بودم ولی به عنوان ایندیپندنت، مستقل کاندید بودم و در بالات ایالت فلوریدا بودم. بله. خب آقای دکتر خاوری، ممکنه با توجه به این سابقه ای که دارید، سابقه کمی به شمار نمیاد، آدمی تا برسه به جایی که جرأت بکنه در انتخابات ایالت فلوریدا و خودشو کاندیدای فرمانداری کل ایالت فلوریدا بکنه، یکی از مهمترین ایالت هاست در ایالات متحده آمریکا، آقای دکتر ممکنه بگید که نگاه شما به وضعیت کنونی سیاسی ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ شما دولت آقای دونالد ترامپ رو چجور دولتی میدونید در تصمیم گیریاش و همینطور در رابطه با ایران فعالیت ایشون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ قبل از همه لازم است که تذکری بدم. اقتصادی که اقتصاد سنتی که ما امروز داریم که در سیستم سوسیالیستیک یا کاپیتالیست خلاصه میشه به درد نمیخوره، چون توأم با تورم هست و هر کاری که بکنیم عاقبت
این دو سیستم، فقر روسفسون، قرض، و آخرش اگر شما عمرتون طولانی تر از پس اندازتون باشه به بی خانمانی دچار میشه. این حقیقتی هست و فرق نمی کنه که در کدوم سیستمی باشه و این در مورد امریکا هم صرف می کنه. ببخشید آقای دکتر، همین پاراگرافی رو که فرمودید همین یه دور دیگه تکرار کنید. سیستم سنتی، اقتصاد سنتی که امروز ما داریم که خلاصه میشه در سیستم سوسیالیستیک یا کاپیتالیستیک سرمایه داری، چون هر دوتاش با تورم توأم هست، باعث میشه که نتیجه آخر این کار باعث میشه که این چیزی جز قرض روزافزون، فقر روزافزون، و اگر شما عمرتون طولانی تر از پسندازتون باشه، چون وقتی که شما بسی رو یک درآمد ثابت زندگی کنید، اگر داشته باشید، اگر بیکار نباشید و کار داشته باشید بسی زندگی کنید و تورم با تورم تو هم باشه، شما مجبورید به پسندازتون رجوع کنید. و اگر عمر شما طولانی تر از پسندازتون باشه، بعد از اینکه شما انگشترتون فروختید، ماشینتون رو فروختید، خونتون رو فروختید، همه چیز دیگه پول نداشته باشید، مجبورید در خیابون زندگی کنید. این سرنوشت آخر همه ما هست، مگر اینکه خیلی پولدار باشید. و این فرقی نمی کنه چه در امریکا باشه، چه در ایران باشه، چه هر جای دیگه باشه. ولی در ایران ما اصلا اقتصاد نداریم. این یک ذره اقتصادی که وجود داره اینم اصلا نداریم، چون همش غارتگری، دزدی، آدمکشی. و شما نمیتونید حکومت بکنید وقتی که شما شکم مردم ملت خودتون رو نتونید پر کنید، چگونه میتونید حکومت کنید؟ این اشکال کاری هست که ما الان داریم در ایران و این باید عوض بشه. و از این رو بود که من وقتی که به این نتیجه رسیدم فکرش کردم چیکار ما باید بکنیم که اقتصادی به وجود بیاریم که بدون که این تورم نباشه، ما رشد اقتصادی داشته باشیم بدون تورم. یعنی که اگر شما امروز یک مرغی رو به یک دلار می‌خرید، 10 سال دیگه این مرغ اگر 98 سنت یا 80 سنت نبود، لاقل از یک دلار بیشتر نباشه. این اقتصادیه که ما باید دست بیاریم. چگونه ما میتونیم این اقتصاد رو به دست بیاریم؟ این هست که سیستم اقتصادی مردم سالاری را به وجود بیاریم که خرجای تکراری مردم رو از بین ببره. همش نمیشه برد ولی میشه خیلی کارا کرد. و این اقتصادی هست که من وقتی که همینطوری که فرمودید برای گاورنری فلوریدا رفتم، به فرمودید دل و جرأت میخواد، دل و جرأت من همون اقتصاد بدون هزینه بود، چون من میدونستم که اگر موقعیت گیرم بیاد میتونم این کار را انجام بدم و یک ایالتی را از لحاظ اقتصادی درست کنم که مدلی بشه برای جاهای دیگه. و این برنامه الان میخوام در ایران اگر امکانش شد پیاده کنم. و این چیزی هست که متاسفانه ما اقتصاددانی الان نداریم که این چیزها را بفهمه، که بتونه این کارها را انجام بده برای ایران، که بتونیم یک اقتصادی به وجود بیاریم که رشد اقتصادی بدون تورم به وجود بیاریم. و این در اقتصاد بدون هزینه است. آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتون، ولی من خواستم با توجه به هر حال به احاطه‌ای که به مسائل اقتصادی دارید و توجهی که به مسائل ایران دارید، اول از شما پاسخی داشته باشم در مورد اینکه نحوه برخورد شما با سیاست‌های کنونی آمریکا در قبال ایران چیه؟ من همون حرفی که الان زدم به همهشون میگم. و اتفاقا وقتی که من برای گاورنر فلوریدا کاندید بودم، هم تی پارتی ها طرفدارم بودن، هم دموکرات ها، هم پروگرسیو ها، از دست چپ تا دست راست همه طرفدار، حتی ریپابلیکن. ولی متاسفانه اون مقدار پول نداشتم که بتونم و به من کمک نشد، و هر کمکی هم که شد با یک نخی بهش آویزون بود و من قبول نکردم پولای بزرگ که بتونم خودم حرفم رو به ملت برسونم. این یکی از عواملی بود که چیز شد. ولی
اقتصاد بایستی عوض بشه. اگر این اقتصاد امریکا محکوم شده است، شما درسته که بعض مردم خوبه، میتونن هم غذا بخورن تا اندازه و همشون بدهکارن. شما کردیت کارتاشون نگاه کنید، ببینید پر شده. 65% مردم امریکا اگر فردا 400 دلار احتیاج داشته باشن ندارن خرج کنن. این حقیقتی، وضع امریکا هم خوب نیست. ولی یک چیز خیلی مهم امریکا داره که هیچ مملکت دیگه در دنیا نداره و اون این هست که میتونن، چون دلار واحد پولی بین المللی هست و قدرت دلار همه کارا را میکنه و اینا این دلار را میتونن چاپ بکنن و پخشش بکنن و به این وسیله میتونن این نفوذ داشته باشن و این خودش یکی از عامل‌هایی هست که ایران الان در اون گرفتار شده و به خاطر این حکومت را عوض میکنن. مطمئن باشید من این چیزا به شما باتون شرط میبندم و هر کسی که این بایستی مجبورن عوض کنن، چون همین کار رو صدام حسین میخواست با یورو، پول نفت رو در دلار نگیره در یورو بگیره. دیدید چی سرش اومد؟ نرفتن اونجا برای اینکه آدم بدی بود، این همیشه میدونستن آدم بدی هست. باید خدافی هم که اگر یادتون باشه رفته بود میخواست دینار با پشوانه طلا بیاره به جای دلار به ممالک نفخیز در اون مبلغ با اون پول داد و ستد بکنه و این باعث مرگش شد. و در مورد ایران هم که الان این کارا رو داره میکنه، روسی از یک طرف میخواد گردن کلفتی بکنه که چیز میکنه و چین میخوان که دلار رو نابود کنن، در حقیقت امروز دلار 62% ذخیره پولی ممالک مختلف رو انجام میده، یورو فقط 20%، پول چینی وان فقط 1.84%. حالا شما این فکر رو بکنید، شما یک قدرتی داشته باشید که کاغذ، حتی کاغذ پولی هم چاپ نکنید، فقط در به سرعتی که انگشتتون رو کامپیوتر میتونه بزنه پول درست کنید، این قدرت رو نمیارید از دست بدید و نمیگذارید ایران بیاد اقتصاد دنیا رو به هم بزنه، این دلار ارزشش از بین بره. ارزش دلار برای امریکایی‌ها بیشتر از همه نفتای دنیاست، چون این پولا میتونن خودشون با سرعت انگشتشون که میتونن رو کامپیوتر بزنن این پول به وجود بیارن. و خلاصه جواب من به این هست که وضع همه چیز رو دلار میگرده و وضع اقتصاد امریکا متاسفانه نمیفهمن. این یک چیزی هست، وقتی که شما یک چیزی را ندونید فکر میکنید اون چیز وجود نداره یا نمیتونه وجود داشته باشه و اون حقیقتش اینه که اینا فکر میکنن اقتصاد بدون تورم نمیتونه وجود داشته باشه. خب ممکنه توضیح یه مقدار بیشتر بدین در مورد، برای اینکه دوباره ما به این سوال در یه جای دیگه برگردیم، این اقتصاد بدون تورم یعنی چی؟ یعنی چه جوری پایه‌های اقتصادی که ما میتونیم اقتصاد بدون تورم داشته باشیم؟ ببینید وقتی که شما در کینز برید، مثلا یکی از این اقتصاددانای معروف دنیا کینز بوده، این وقتی که به شما میاد میگه که دفیسیت سپندینگ یعنی پولی که شما ندارید خرجش میکنید، این یعنی چی؟ این تورمه. و وقتی که چیز مارکسیست میرید شما نگاه میکنید، میگه آقا من همه چیز به شما میدم، شما میتونید امروز اگر کنگره در دست شما می بود شما می تونستید 10 میلیون نفر را استخدام کنید، همشون را پلیس بکنید یا سرباز کنید، بهشون حقوق بدید. درسته می تونید کار به وجود بیارید ولی این تورمه. ولی شما باید کارهای انجام بدید که ثروتزا باشه. تو کارهای ثروتزا را انجام ندید که کارهای ثروتزا بیشتر از کارهایی باشه که پول منتقل میکنه از جیپ یکی به جیپ دیگری، اون اقتصاد محکوم به تورم هست و این اقتصادی هست که همه دنیا ما امروز باش سر کار داریم. و اگر شما در کتاب اقتصادی امروزی برید بگردید، اصلا از این حرف وجود نداره و اصلا اقتصاد کلان که همون ماکرو اکونومیک هست ما نداریم، این ماکرو بیزنسه.
یعنی بیزنس کلان، چون فکر میکنن همه اقتصاددان ها که یک اقتصاد تشکیل شده از همه بیزنس های دنیا یا از بیزنس های اون اقتصاد، در صورتی که بیزنس فقط یکی از عامل های مختلف اون جامعه هست، اون اقتصاد است. ما چیز داریم، خرجای اجتماعی داریم، مثلا وکیلا، دکترها، سربازها، زندونها، بیکارها، اینا همشون خرجای اجتماعی هستن، چون که پول از جیب یک گروه به جیب گروه دیگه منتقل میشه، چیزی تولید نمیکنن. این سرویسی که میدن کالا نمیشه، یخچال نمیشه، ماشین نمیشه، منزل نمیشه، انرژی خورشید نمیشه. از این رو ما باید کارهای ثروتزا رو به وجود بیاریم که ما الان این کارا نمیکنیم. شما وال استریت رو نگاه کنید، میگن ولی آقای دکتر خاوری، چگونه میشود از بودجه‌های بخش اجتماعی گذشت فقط با این تفسیر که اینها تولید ثروت نمیکنن؟ امروز دنیای ما در واقع داره بیشتر به سوی بخش خدمات داره جلو میره و تولید به معنی تولید قرن حتی بیستم تغییر شکل داره میده. این رو ممکنه توضیح بیشتری بدی؟ بله، ببینید وقتی که اقتصاد ما داره، توجه فرمودید، من گفتم یکی کارهای ثروت‌زا باسی انجام داد و کارهایی که ما انجام میدیم بیشتر انتقال میکنه، منتقل میکنه پول یک گروه به جیب یک گروه دیگه. اقتصاد کلن رشد نمیکنه. اقتصاد گویا که اونا این کارا میکنن. حالا که مثال براتون میزنم، مثلا فرض کنید شما سرما خوردید، خدا نکرده، میرید دکتر، $100 خرج ویزیتتون میشه، شما $1,000 در چک بوکتون دارید. شما چیکار میکنید؟ اون $100 رو از اون $1,000 کم میکنید، در چک بوک شما فقط $900 هست. ولی وقتی که ما جی دی پی را که محصول یک اقتصاد را حساب میکنیم، ما این $100 را به اون $1,000 اضافه میکنیم، میگیم ما یک چیزی را تولید کردیم. در صورتی که شما سرما که خورده باشید، فقط سرما خوردگیتون خوب شده، چیزی دیگه در شما عوض نشده. اگر شانس آوردید و بیشتر از $100 خرج نکردید، فقط شما اون سرما خوردگی را از دست دادید، قوی تر نشدید، قد بلندتر نشدید، هیچی دیگه فرق نکرد، جوانتر هم نشد. فقط اون خرج تکراری، این خرجی بوده که شما انتقال شده، $100 از جیب شما رفته تو جیب دکتر. از لحاظ بیزنسی بله، اون دکتر پولدار شده، $100 غنیتر شما شده، شما $100 فقیرتر شدید، ولی اقتصاد کلن غنیتر نشد. همینجا نگهش دارید. بنده سرما خوردم، رفتم پیش دکتر و دکتر نسخه یا دارویی رو تجویز کرده برای بهبود من. این یک تولید اقتصادی نیست، تولید، ولی یک تولید اجتماعی، یک سرویس اجتماعی. اون دکتر خدمتی رو داره انجام میده. اون دکتر در مقابل خدمت که انجام میده به من، این چی باید دریافت بکنه؟ کی باید به اصطلاح اون دکتر رو تامین بکنه؟ به همین سادگی میخوام مثال بزنم بریم جلو. درست میفرمایید. اون دکتر رفته زحمت کشیده، پول خرج کرده، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ هر چیزی، انسانیت حساب کنید، خیرخواهی، کار خوبی داره انجام میده، مزدم میگیره. ولی ما در مورد اقتصاد داریم صحبت میکنیم. نه آقای دکتر، شما اجازه بدین، شما که نمیتونید این اجزای اقتصادی رو، اجزای اجتماعی از اقتصاد جدا بکنید. در جامعه من وجود دارم که سرما میخورم، یه آدم دیگه هم وجود داره صاحب تخصص به نام دکتر، من به اون مراجعه میکنم. این درست یه مسئله اجتماعی است، در نهایت یه رابطه اقتصادی است. این رابطه اقتصادی رو بین من و دکتر کی و چطور برقرار میکنه؟ اگر شما اون $900 باقی مانده رو باید برید اجاره منزل بدید، با اون $100 که خرج دکتر دادید، بنا بود اون روز عصر خودتون و خانمتون
برید به یک رستوران شام بخورید، شما قادر نخواهید بود که به اون رستوران برید، عوضش اون دکتر میره. آقای دکتر چیزی اجازه فرمایید نکته ای رو مطرح میکنید، بسیار بسیار مهمه. آقای دکتر خاوری، این قسمتی که میذارید شما فرضیه. بنده وقتی که دچار بیماری میشم، مهمترین اسب برای من و خانوادم، چون خانواده رو مثال زدید، این است که من از این بیماری نجات پیدا کنم. بنابراین فدا کردن بعضی از ارزش هایی که اونا میتونست مهم باشه ولی نه اینقدر مهم، مثل رفتن شب به رستوران، عادتا فدای درمان من میشه. اما پاسخ سوال من بدید، رابطه من و یه پزشک در طرح اقتصادی شما چطور باید برقرار بشه؟ آخه برقرار بلخش بایستی بگیره و خرجا رو بایستی پایین آورد، با پرادکتیویتی بایستی خرجا رو پایین آورد. آقای دکتر خاوری یه دکتر که پرادکتیویتی به تفسیر شما برای جامعه نداره. در اقتصادی که شما مثال میزنید، یه دکتر یک عنصر پروداکتیو نیست، عنصر تولید کننده نیست. همون اشکال کاره. اگر ما بهترینش آقای دونالد ترامپ میبینیم که بیزنسمنه، و بدترینش آقای خامنه‌ای در ایران میبینیم. اگر اینا اقتصاد سرشون میشدن فرق میکرد. آقای دکتر من رب آقای اجازه بدین، آقای شما نخواستید وارد ماجرا بشید، من میخواستم نظر شما رو در مورد دونالد ترامپ بدونم. دونالد ترامپ و خامنه‌ای رو که فقط در یک دنیای بی حساب کتاب این هر دو میتوانند در مقام رهبری دو تا از کشورهای مهم جهان قرار بگیره، اینو بذارید کنار. اصلا بذارید کنار، چون میخواستم وارد اون مباحث بشم ولی شما منو بردید روی واکاوی اون چه که خودتون بهش معتقدید هستید و دارید ذکرش میکنید. یک دکتر چه نوع عنصری در جامعه حساب میشه؟ آیا یک خدماتی که دکتر ارائه میده از کدوم محل باید بهش پاداش و دست مزد باید داده بشه؟ این سرویس یک دکتر در مجموعه تولید ناخالص ملی چگونه حساب میشه؟ و اگر حساب نمیشه فقط چه چیزایی هست؟ امروز بسیاری از کشورهای دنیا طبق اون چه کشورهای پیشرفته دنیا، شما دیگه نمیتونید توشون ماشین رخشویی تولید بکنید، ماشین ظرفشویی تولید بکنید، چون نمیتونید بفروشید، به خاطر که کالایی که تولید کردید هم قبلا تولید کردید و وارد بازار کردید با 20 سال ضمانت و هنوز داره کار میکنه. این یکی از مشکلات تولیدی است که ما به معنی تولید میشناسیم. دنیای امروز ما با رشد تکنولوژی، با اومدن این دنیای اینترنت، آقای دکتر خاوری بیشتر به سوی بخش خدمات داره جلو میره. متوجهم چی میگن اینا چیز دارم. من انکار نمی کنم که یک دکتر خدماتش برای بشر خیلی مهم هست، ولی ما سه نوع مدیسین داریم. یکی کوراتیف هست که آدم مریض میشه حالشو چیز میکنه، مداوا میکنن خوب میشه. یکی پریونتیوه که مانع مریض شدن شخص میشه که هیچ وقت مریض نشه، ولی این هر دوتا خرج داره. ما از لحاظ اقتصادی دارم صحبت میکنم، از لحاظ مورال، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ انسانیت دارم صحبت نمیکنم، از لحاظ اینکه اقتصاد چجور میشه. و یکی هم ریجنراتیو مدیسینه که مگر مثلا شما یک دست نداشتید دستتون رو رشد میدن، یا چشمتون کار نمیکرده بینا نبوده درستش میکنن اینا. و آقای دکتر مثل این که من سوالم رو یه جور دیگه از حضورتون مطرح کنم. ببینید، نه من میپرم یه کارگر کارخونه اتومبیل سازی رو من و شما خیلی خوب میفهمیم که کجاست. این کارگر در پروسه تولید یه نقطه است به عنوان کارگر X، کارگر A، کارگر B. به من فقط بفرمایید به زبانی که من غیر اقتصاددان این رو بتونم بفهمم، آقای جناب دکتر خاوری، یه دکتر کی حساب میشه؟ آیا آدم بیکار است در جامعه؟ این مجموعه فعالیتاش چجوری در مجموعه اقتصاد محاسبه میشه؟ به هر حال یه جایی داره محاسبه میشه، وگرنه ما با یه عنصر بیکاره طرفیم. بفرمایید. چجور حساب میشه؟ حساب میشه که وقتی 40 سال پیش من امریکا اومدم، خرج
بهداشت امریکا در حدود 300 میلیارد دلار بود. 300 میلیارد. امروز در حدود 3.5 یا 4 تریلیون دلار شده. متوجه این هست فرقش. و وقتی که خرج شما از سعدی هم میگه به حال کسی باید گریست که دخلش 19 خرجش 20. و این اشکال کار هست، نه اینکه چرا اشکال اجازه بدین اشکال ببینید اشکال ساختار در همین همسایگی ایالات متحده آمریکا کشور کانادا است. کشور کانادا با این مشکلات از این نوع مواجه نیست. البته کیفیت خدمات در آمریکا و کانادا با هم فرق داره و تفاوت‌های آشکار داره، اما خیلی اشکال وجود داره در بهداشت امریکا که مثلا دوا یکی از اشکالات بزرگشه که خرجه زیاد داره، در کانادا ارزان‌تره. این بحث می‌گرده ساختار بازار آزاد اقتصاد آمریکا و عدم وجود بازار آزاد وجود داره. بازار آزاد وجود نداره. بازار وجود در لول میکرو اکونومیک وجود داره که مثلا یک گوجه فروشی اون طرف خیابون گوجهشو کیلوی یک دلار بفروشه، این طرف خیابون کیلوی یک دلار و نیم بفروشه. اونجا بازار اگر شما برید طرف اقتصادهای سوسیالیستی و سوشال دموکرات شما با این مشکل کمتر مواجه میشید. همونطوری که بزرگتر ببینید من رشته برای اینکه اطلاع چیز باشه، من رشته فوق لیسانسم از دانشگاه هامبورگ گرفتم که یک دانشگاه خیلی کانزرواتیوی بود که اون سرش پیدا نبود، و دکترام از دانشگاه مارکسیست گرفتم در بریمن. یعنی من هر دو جهت رو مطالعه کردم. وقتی که تورم به وجود میاد یا چیزها گرونتر میشه یا چیزها کمتر میشه و قیمتش هم بالاتر یا همون قیمت میمونه یا بالاتر میره. این نه مشکل من با فرمایشات شما به عنوان یه متخصص ارجمند در اینجاست که شما تولید رو تعریف محدودی ازش دارید، در حالی که دنیایی که من دارم زندگی میکنم توش بخش خدمات قسمت بسیار مهم میشه. شما بگید بخش خدمات در تئوری اقتصادی شما کجا قرار داره؟ دو مرتبه دارم تکیه میکنم. در مورد خدمات من حرفی نمیزنم، من در مورد اقتصاد دارم حرف میزنم، تورم دارم حرف میزنم. وقتی که شما اون 100 دلار از اون 900 هزار دلار بدید و اون 100 دلاری که شما میخواستید همون عصر با خانومتون برید استیک بخورید یا چلو کباب بخورید، اون پولا دادید به دکتر، شما ندارید که برید اون خرجا بکنید، اون دکتر داره. این ترانسفر شده، پول از جیب شما رفته تو جیب آقای دکتر. آقای دکتر 100 دلار غنی‌تر. آقای دکتر خاوری، اون آقای دکتری که منو معالجه کرده برای اینکه به اون جایی برسه که به من نسخه‌ای بده که من برم اون دارو رو بپیچم و از این حالت در بیام، اون هم سالها تعلیم دیده، آموزش داده. آخه اینا پایه هاش از کجا میاد؟ ببینید. بعد من اون روز نمیتونم زن و بچه‌مو ببرم باهاشون استیک بخورم. خیلی خب، من سلامتمو باز میابم، فردا که دوباره مریض میشم فردا میبرمشون استیک باهاشون میخورم. این تئوری اساسش اشکال داره. حالا شما یکی دیگه مثال میزن. شما پدر دو تا بچه، یکیشون مریض میشه که بایستی هرچی پول و داراییتون دارید بدید خرج اون پسر کنید یا دختر کنید که مریض شده خوب بشه. یک کار خوبی هم هست، خیلی انسانیت، بزرگواری، همه چیزه. اون دکتری هم که این خدمت رو میکنه، چون بلا سر خود من اومده وقتی که در بچگیم این سرم اومده که اسهال خونی گرفته بودم و نزدیک بود بمیرم، پدر مادرم همه چیز خرج من کردن که زنده بمونم. ولی حالا یکی پسرتون هم میخواد بره دانشگاه درس بخونه، شما بایستی شهریهش رو ندارید بدید. حالا این کدومش بدتره؟ میگذارید بچه تون سالم بشه، کار خیلی خوبیه، ولی پسرتون هم یا دخترتون هم نمیتونید به دانشگاه بفرستید که بی سواد میمونه.
حالا اون چجوری اینا رو برای من تعریف میکنید؟ از لحاظ اقتصادی از من میپرسید، من بسیار ساده تعریف میکنم. انسان بدون رفتن به دانشگاه میتونه زندگی بکنه. من تمام هستیم و اولویت اول بین نجات جان یک پسرم و رفتن به یه دانشگاه پسر دیگم برای من بسیار ساده. دکتر نمیشه. ولی اون پسرتون دکتر نمیشه، مثلا میشه یک کارگر. نشه. نشد. نشد. زندگی مرام اون نمیشه. نه اجازه بدید. سوالی که آقای دکتر خاوری اجازه بدید پاسخ بدم. من هستیم و فدای سر پسری میکنم که جانش در گروه خرج کردن هستیم برای اینکه در این زندگی باقی بمونه. همین سلامت او به من امید میده و ممکنه که پسر من چند سال بعد به دانشگاه بره و اصلا به دانشگاه نره. مگه تنها شرط زندگی کردن و خوب زندگی کردن رفتن به دانشگاه؟ بین مرگ و زندگی من طبیعی است که من زندگی رو انتخاب میکنم و رضایت نمیدم یکی رو به خاک بسپرم و یکی به دانشگاه بره دکتر بشه. این کار خیلی خوبیه. انسانیت هست، انسان بودن هست، پدر بودن هست، همه این چیز هست. ولی این پسری که شما خرجش کردید استعداد خوندن نداره، میره یک کارگر میشه. اون پسری که استعداد داشته که شما اینقدر تعریف دکتر میکنید که خدمت میکنید، دکتر نمیشه. شما درست سلامت رو خریدید، این چایستون بوده، شما ترجیح دادید این کار کنید، بستگی به شماست. شما نه، من دو تا انسان سالم در اون موقع دارم که این دو تا انسان سالم حالا نه در مقام دکتر، در مقام دو تا کارگر میتونن به زندگیشون ادامه بدن و در تولید ملی کشور هم نقش داشته باشن. شما کردید، شما میتونید، به شما یک کسی $1,000 میده، به من $1,000، من میرم پسنداز میکنم، شما میرید مثلا فرض کنید انگشتر میخرید، یا میرید به یکی فقیر که داره میمیره بهش کمک میکنید، یا میرید یکی که دوا میخواد براش دوا میخرید میدید. ولی این چه ارتباطی با مسئله ای که ببینید آقای دکتر 7-8 دقیقه بیشتر از وقتمون باقی نمونده، این چه ارتباطی با طرح اقتصادی شما داره؟ من از شما یک سوال ساده رو در تمام طول این نیم ساعت گفتگو کردم و اون این است که شما من تعریف تولید ملی بگین. تعریف تولید ملی یا تولید ناخالص ملی در یک کشور چیه؟ شما بخش خدمات در کجای این تولید قرار میدید؟ ببین، همه خرجایی که اجتماعی باشه مثل فود استمپ اینا به عنوان خرجا بهش اضافه میشه. شما یک پولی که اون مثالی که برای دکتر زدم میخواستم انسانی آقای دکتر، این فود استمپ و خرجای اجتماعی به چی اضافه میشه؟ به تولید ملی اضافه میشه، بهداشت اضافه میشه، مینتیننس کاست، خرجایی که تعمیر و اینا میشه بهش اضافه میشه. وقتی که زلزله میاد خونه رو خراب میکنه، خونه جدید که میسازن اون بهش اضافه میشه، در صورتی که خونه که خراب شده نمیان ازش کم بکنن چون یک خونه وجود داشته. اصلا اینا حسابش اصلا یک جوریه که آدم دیوونه میشه، اصلا حساب ندارن. این اشتباه است. این اگر شما میخواید مثلا امریکا، آخرین آمارش نمیدونم کی دیده بودم، در حدود 18 تریلیون دلار هست. اگر شما بهداشت ازش کم بکنید بیشتر از 13 تریلیون دلار نیست. مینتیننس ازش کم بکنید دیگه کمتر میشه. شما مثلا رفتید یک جای تصادف کردید، $3,000 خرج ماشینتون کردید که درست بشه، چیزی به ماشینتون اضافه شد، حتی از ارزشش افتاد، ولی اون $3,000 که شما خرج ماشین کردید به گروس دامستیک پرادکت اضافه میشه. این اشتباه است. اصلا حساب اینه که شما چجوری بگم، پولی که ندارید دارید خرج میکنید، این باعث تورم میشه. این اقتصاد همه جاست. آقای دکتر، یکی از عوامل توسعه اقتصادی جهان همین خرج کردن پولی است که نداریم. همون اشتباه است، همون اشتباه است، اون تورمه. ببینید اقتصاد اینطور اتفاق نمیفته. این میبینید اینطور نمیفته پایین که ببینید خراب شده، این شیشه که بندازن این میاد اینطور پایین، بالا پایین، اینطور اینطور، یک وقتی اینجا میرسه میفته کلاپس میکنه که ما الان داریم میبینیمش.
اونطور نیست که شما یک مرتبه بخوره زمین. این بدبختیه که ما داریم و این اقتصاد دونام. ببینید در اقتصاد ما تکنولوژی داریم حساب نمیشه، محیط زیست داریم حساب نمیشه. آیا خود جنابالی آقای دکتر خاوری، آیا خود شما واضح این مکتب هستید؟ و اگر هستید یا اگر کسان دیگری هستند، اینها چه کدوم یکی از اقتصاددانهای آمریکایی هستند یا اروپایی هستند که نظرات شما رو تایید؟ ببینید اونایی که به گوششون خورده نمیتونن انتقاد کنن. من از شما دعوت میکنم، من نمیخوام جسارت بکنم، ولی یک اقتصاددان از هر زبانی، تکراراً گفتم از زبان آلمانی، انگلیسی، فارسی، فارسیم زیاد خوب نیست، ولی هر این سه زبان من حاضرم، هر اقتصاددانی از هر مکتبی هست بیاد من باش مصاحبه مناظره میکنم و حاضرم هستم. نه که بریم در شاره ها چیز کنیم، در کوچه پس کوچه، تاریک خونه ها، گودالیا، پرتگاه های اقتصادی بریم اونجا بحث کنیم. و من ازتون چالشتون میکنم این کارا بکنید، یکی از این برنامه رو تشکیل بدید، ولی بایستی یک جلسه ای نباشه، بایستی یکی ذره دوام داشته باشه که منم سوال ازشون بکنم، بگم آقا چجور تولید کار میکنید، چجور به این مردم نظر میکنید. شما درست، من اگر فرصتی پیش بیاد این کار خواهم کرد، ولی از شما دارم یه پرسش رو میکنم. شما به هر حال کتاب های متعدد نوشتید، نظراتتون رو مطرح کردید، این نظرات توسط کدوم یکی از اقتصاددان های موجود جهان مورد تایید قرار گرفته و در مورد نظرات شما به بحث و گفتگو نشسته؟ من میتونم یک مشت تیپ واسهتون بفرستم، خودشون رو ساختم، ببینید با چه کسای اسمم ظاهر میشه. و این مثلا این کتاب اینجا، این اقتصاد محیط زیست، این در 1993 چاپ کردم. اون موقع مسخره میکردم، میگفتن یک پرت و پلا مینوشته، الان کلاسیک شده. این کتاب اون موقع 52 دلار میفروختن، الان در حدود 2300 دلاره. و اگر پیدا بشه، وقتی که آدم یک چیزی را ندونه فکر میکنه اون چیز وجود نداره یا نمیتونه وجود داشته باشه. خیلی از اقتصاددونان کتابی هستن، هنوز نمیدونن که ما اقتصاد کلان نداریم، ما بیزنس کلان داریم. اقتصاد کلان اصلا کتابی وجود نداره، اون چیزی که به ما میگن ماکرو اکونومیک هست وجود نداره. و اینا من خیلی، یکی از استادای روسی بوده گفته این من نمیتونم، یک چیزایی تو کتاب نوشته که من نمیتونم ردش بکنم و خیلی به مغزم چیز میکنه. خیلی هستم گفتم، من با دانشگاه میتونم مناظره داشتم با یکی از استادای دانشگاه فلوریدا، این اصلا چیزایی که من میگفتم میگفت یعنی چی از من سوال میکرد. وقتی که ندونن کسی یک چیزی وجود داره نمیدونه که چیزه. اگر شما مثلا یک نفر از پشت کوب بلند شده اومده شهر، یه ماشین رو میبینه نمیدونه که ماشین رو میتونه بیرونه، فکر میکنه گاوه. جناب دکتر خاوری، بسیار خوشحال شدم از اینکه امروز در خدمتتون بودم. بهتون قول میدم که در آینده نزدیک به زودی باز هم با شما گفتگو خواهم کرد. این بار اصلا گفتگو رو از اساس به اصطلاح نظریه شما و تفاوتش با نظریه های کلاسیک اقتصادی شروع خواهیم کرد. اگر اقتصاددانی هم داوطلب باشن که در این مناظره یا مباحثه شرکت کنن، از اونها هم دعوت خواهم کرد که تشریف بیارن و شرکت بکنن. به هر حال وقت برنامه من به پایان رسید. از اینکه در برنامه شرکت کردید، از حضور شما بسیار سپاسگزارم و وقت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه مختصر قرار دادید. خیلی لطف دارین، خیلی ممنونم که موقعیت به من دادین. دفعه بعد اگر خواستین من گراف هایی که کشیدم و نشون میدم، حاضرم که قبلا بفرستم که توضیحم بدم که فرق اقتصادی چیزها رو ببینید و هر اقتصاددانی زبان آلمانی، انگلیسی. متشکرم آقای دکتر، باید از شما خداحافظی کنم، وقت تلویزیون، وقت برنامه من به پایان رسیده. سپاسگزارم از مجددا از شرکتتون در برنامه. بر بینندگان ارجمند، هفته آینده با شخصیت دیگری گفتگویی رو در زمینه مسائل ایران به احتمال بسیار قوی خواهم داشت.
به اتفاق علی، پومن و هومن با شما خداحافظی میکنم. مجدداً از جناب دکتر علیرضا نوری‌زاده سپاسگزارم. هر جا که هستید لپاتون پر ربخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام. عجب زود گذشت. وقت شما بخیر.